یه مسئله رو باید خدمت شما عرض بکنم. حضور یارستان و جنبش یاری در غرب ایران که از قرن دوم هجری شروع میشه، تأثیرات به سزای خودش رو توی همه هستی ما مردم غرب میذاره، از جمله در موسیقی که به جای الان مثلا در موسیقی تدوین شده ما دستگاه ها و اینها رو میگیم، مقام های موسیقی شناخته شده کاملا تدوین شده توسط بزرگانی که بعدها اهل حق نامیده شدن، یه جا توی آذربایجان سرتالبی نامیده شدن، فرقه های مختلفی که توی کردستان به وجود اومد، ولی همه اینها اثر بزرگی که داشتن اونجا مقام های موسیقی از قبل مونده کشور ما بود که نذاشتن از یادها بره. و گاه شما شباهت اینها رو با سی لحنی که به اسم باربد میارن میشنوید، مقام هایی که همه دوستان همه جا از کردها میشنوید، از برها میشنوید، همه در زاگرس اینا هستن، مقامی مثل طرز، مثل یاری، مثل رارا، مثل شارارا، مثل جلوشاهی و و و سواربازی و اون چه که در مورد اسب و سوار و اینها نواخته میشه. ما یک چیزی داریم که مرحوم استاد شامیرزاده این رو به با سرنا به زیبایی نواختن که به هر حال سوارها یا سواربازی بهش گفته میشه، یعنی یه مقداری حالا نمیشه به یقین اینها رو گفت، اون چه که گفته میشه در مرگ شبدیز یا در خوبی شبدیز بار بد نواخته و زده باید اینها باشن، چرا که ما از قرن دوم هجری یارستان اینها رو برای ما به یادگار گذاشت و داریم ازشون استفاده میکنیم و آبش خورش اونجاست. هرچند مدتها اینها پنهان شد، مدتها اینها در مجامع عمومی اجرا نمی شدن و کسی ازشون نمی آموخت. حوره ها هم که در موردش صحبت کردیم، حوره ها هم باز انواع مختلف داره، مثل طیف از غرب ایران که شروع میشه و میاد در لرستان ما، سوارچر، این هنگام سواری سروده میشه، کوچر یعنی در کوها سروده میشه. کلمه چر خیلی براتون ناآشنا نباشه، شما ما زبانمون یه خورده دست خورده، چر همان سر یا سرودنه، چرودن سرودنیه که بعدها ما می نویسیم، سوار چر، کوچر. و بین جنس های مختلف مثلا ما زنچر که بانوان این رو به اصطلاح می سرایند داریم، یعنی هم خود اینها تقسیم میشن توی یا برای لحنشون یا برای ضربشون. مثلا حرکاتی که ما داریم در دو پا، سه پا، سنگین سما اینجوری تعریف میشه، یعنی با ریتم و ضرب تقسیم میشن، نامگذاری میشن. توی همه اون چیزی که میگیم تدوین نشده، بزرگانی سینه به سینه سعی کردن خیلی ها رو با زندگی عجین کنن بمونن و خوشبختانه تا این حدش الان مونده و جای پژوهش و تحقیق بیشتر و برای شناسایی بیشتر داره. الان توی من بیشتر باید از حافظه استفاده بکنم، حضور ذهن ندارم، ببخشید همین خلاصه‌ای که عرض کردم بتونه مخاطبین عزیز بفهمند.